بانو یاسمین، شما مدتی است که وارد فضای مجازی شدید و در اینستاگرام فعالیت میکنید. حضورتون با استقبال بسیاری مواجه شده و مردم سوالات زیادی رو از شما میپرسند. یکی از سوالاتی که خیلی از شما شده و برای شخص خود منم جالب هست که بدونم این هستش که شما چطور با شاهزاده آشنا شدید و چطور تصمیم به ازدواج گرفتید؟ بله، درسته. خیلی هم مثل که علاقه مندن بدونن ما چطوری با هم آشنا شدیم. ما در فرودگاه دالاس در شهر واشنگتن با هم آشنا شدیم و سفر کرده بودم به واشنگتن که برم به دانشگاه های منطقه سر بزنم، ببینم شاید بخوام اونجا مدرسه برم. و شاهزادم همون موقع از نیویورک به واشنگتن داشتن میامدن برای مصاحبه ها و کارهای سیاسی. یه دوستان مشترکی ما داشتیم که ما رو در فرودگاه با هم آشنا کردن. اما خب داستانی که ما همیشه دربارش میخندیم یا اون موقع ایشون به هم گفتن این بود که خب من راستش بخوام، من چون عینک میزدم اون موقع و عینکم اون روز به چشم نبود و اصلا متوجه نشدم که کی منتظرم و یه گروهی دیدم اونجا و خب خیلی سالانه چندونم رو گرفتم و رفتم به طرفشون و اینا و واقعا تا اینکه دو قدمی ایشون بودم متوجه نشدم که کی اونجا وایساده. و ایشون همیشه میگن که مثل که به نظرشون آمده بود که من زیاد علاقه نداشتم که باشون آشنا بشم، از بس معطلشون کردم و طول دادم تا وقتی خودم رو رسوندم اونجا. ولی خب حقیقت این بود که ازم چشم نمیدید. بعد از اونم با اجازه شهبانو و اجازه پدرم با هم ازدواج کردم. خیلی ازدواج خرسند کننده ای هم بوده. بانو یاسمین، شما و شاهزاده بسیار زوج همراهی هم هستید. در تمام طول این سالها این همراهی واقعا همه جا دیده شده. واقعا شاهزاده همسر خیلی خوبی هستن از همه لحاظ و همیشه میگم که خیلی هم واقعا طبیعتا فمینیستن. طبیعتا ما همه هر دومون همیشه تو زندگی برابر بودیم و تصمیممون رو همیشه با هم گرفتیم و از من پشتیبانی کردن هر کاری که کردم، وقتی رفتم دانشگاه، وقتی رفتم وکالت یعنی داسکول برم، همه اینا رو بالاخره وقت از خانواده میگرفت که من برم درس بخونم، امتحان بدم، بعد برم کار بکنم و اینا. و همیشه یه شریک خیلی خوبی برای من بودن و تشویقم کردن که برم دنبال اون چیزی که میخوام. این همراهی توی در واقع بحران بیماری شما هم کاملا مشهود. یادم هست که در اینستاگرام نوشته بودید که یک سال خیلی سخت رو با همراهی شاهزاده پشت سر گذاشتیم. بله، مهمترین این بود که وقتی که من خب وقتی جزوی از بدن، یعنی خانمایی که اونجا این بیماری رو داشتن میتونن بفهمن و درک کنن که آدم تو این بیماری خب جزئی از بدنش رو از دست میده و بعدش هم اگر شانسش رو داشته باشیم که بتونیم بازسازی، یعنی دسترسی داشته باشیم به عمل بازسازی اینا، بازم اونجوری که بودیم قبلا هیچ وقت نخواهیم بود دوباره. و اون نگاهی که همسر آدم به آدم داره خب خیلی مهمه. اگر آدم تو چش اون ببینه که یه فرقی در خودش هست، بیشتر خب ناراحت میشه. ولی من هیچ وقت تو چشه ایشون اینو ندیدم. یعنی توی بدترین موقعی که خودم نمیتونستم خودم رو تو آینه نگاه کنم، ایشون اصلا هم مثل همیشه علاقهشون رو به من نشون میدادن و توجهی که به من میکردن هیچ فرقی نکرد. یعنی خب این خیلی ها ندارن اینا و متاسفانه خیلی چیز مهمیه برای زنی که سرطان پستان میگیره. واقعا خیلی مهمه که دورواریاش ازش اینطوری حمایت کنن. از لحاظ روانی خیلی مهمه. آیا دلیل حضور شما در اینستاگرام همین ابتلای شما به سرطان سینه نبود؟
بله من اکتبر 2018 بود که فهمیدم که سرطان دارم و بعدش واقعا متوجه شدم که چقدر آگاهی خودم کمه درباره این بیماری، با اینکه خب در آمریکا دسترسی به همه جور اطلاعات بود، ولی بازم دیدم که واقعا هیچی نمیدونم درباره درمان این بیماری و تصمیم گرفتم که صفحه اینستاگرام هم رو شروع کنم. بیشتر به خاطر اینکه یعنی دو هدف داشتم، یکی اینکه آگاهی رسانی بود، خواستم که واقعا تجربات خودم رو در میون بذارم با خانمایی که در ایران هستن، دخترها و خانمایی که تو ایران هستن، و دومم تابو شکنی بود، برای اینکه برام خیلی واضح شد که خیلی ها حتی آشناهایی که داشتیم در آمریکا و اروپا، دیگه چه برسه دوستانمون از خاورمیانه و از ایران، از صحبت کردن درباره این بیماری دوری میکردن. یعنی مثل اینی که اصلا حتی شنیدم که به این بیماری بعضیا در ایران اسمشو گذاشتن سرطان بانوان، یعنی حتی از لغت پستان یا سینم خجالت میکشن یا میگن بده که اصلا گفتن این لغتو. و بعدش هم من واقعا فکر میکنم که چون که این بیماری کاملا درمان پذیره، یعنی با علم پزشکی امروز هیچ کسی نه مرد نه زن از این بیماری نبایستی از بین بره، اگر ما دربارش صحبت کنیم و آگاهی باشه که این معاینه خونگی رو همه خانوما بکنن، بعضی از آقایون هم این بیماری رو میگیرن، و واقعا آدم بدن خودش رو بشناسه، با ترس و وسواس جون آدم در خطره، بایستی که ما برامون عادی باشه که بدنمون رو بشناسیم و درباره موضوع صحبت کنیم و اگر واقعا تغییری در بدنمون میبینیم فوری به دکتر مراجعه کنیم، نترسیم که وای وای حالا چی میخواد بشه. برای اینکه میگم علم پزشکی یه جوری شده که واقعا هیچ کسی نباید از بین بره از این بیماری. به این دلیل بود که این اینستاگرام هم شروع کردم. فکر کردم هرچی بیشتر خودم درباره این موضوع صحبت کنم شاید برای کسای دیگه هم عادی بشه و بعدش هم با هم یه همدردی و همدلی هم بکنیم. موضوع رو شما همچنان هم پیش بردید، یعنی حتی به مرحله بازسازی هم اون رو اطلاع رسانی کردید و مرحله بازسازی رو هم با مردم در میون گذاشتید. میتونید در مورد این مسئله کمی توضیح بدید؟ چون مشکلاتی که در واقع در داخل ایران زنان دارن به خصوص در مورد مرحله بازسازی کمی پیچیده هست و کمی مبهم. درسته، برای منم خیلی مهم بود، مخصوصا وقتی که فهمیدم که در ایران خیلی ها دسترسی ندارن به عمل بازسازی. میدونین بازسازی عمل برای زیبایی نیست، این یه چیز روانیه. واقعا این عمل بازسازی جزوی از درمان این بیماری بایست دیده بشه و متاسفانه میدونم که خیلی ها این شانس رو ندارن که بتونن این عمل رو داشته باشن، ولی به غیر از اون حتی اونایی هم که این عمل رو میتونن داشته باشن اینقدر سوال بود برای من، یعنی چیزایی که اصلا نمیدونستم بپرسم. برای همین تصمیم گرفتم که هر مرحله رو که میگذروندم چیزایی که یاد گرفته بودم رو در میون بذارم با خانمایی که رو صفم هستن و که بدونن که این سوالا رو بکنن. من خودم اولین عملم خوب نگذشت، اولین عمل بازسازیم و یه اشتباهی دکتر کرد و اگر من بیشتر آگاهی داشتم میتونستم شاید سوالای بهتری ازش بکنم و نتیجه بهتری بگیرم. یه نکته خیلی جالبی که وجود داشت در روند بیماری شما ثبات و صبوری و کنترل خودتون توی موقعیت سخت سرطان بود و این رو دنبال کننده های شما در صفحه اینستاگرام کاملا شاهدش بودن. میخوام بدونم که آیا این یک مدیریت فردی
آگاهانه بود یا شما اصلا چطور به چنین مدیریتی رسیدید؟ نمیتونم بگم که واقعا مدیریت به اون صورتی داشتم. من فقط سعی کردم که هی قدم به قدم جلو برم و فکر زیاد نگرانی چیزای دور رو نکنم. نمیدونم چجوری توضیح بدم. مثلا من اگر قرار بودش که هفته دیگه دارم میرم دکتر که این آزمایش رو بکنم، فقط فکر اونو میکردم. فکر نمیکردم که حالا آزمایش اگر این شد باید این کار بکنم یا اون شد اون چی میشه و کنم. همه هی قدم به قدم. ولی خب اون کاریست که من توریست که من مغزم کار میکنه. خیلی ها نمیتونن اینطوری جلو برن. خیلی ها تا ترش رو فکر میکنن و خیلی ترس دارن و حق هم دارن، برای اینکه این یه چیز ترسناکه، مخصوصا اگر بچه کوچیک داشته باشی با عنوان خب مادر نمیخوای نباشی اونجا برای مراحل زندگی بچه‌ات. برای من این چیزا ناراحت کننده بود، ولی نمیدونم چطوری شد که ترس اونقدر نداشتم. واقعا نترسیدم از این داستان. یه جورایی هی پله به پله جلو رفتم و یه سال و نیم بعد به چیز خط آخر رسیدم و الان حالم از همیشه بهتر و خوب شدم. ولی اون موقعی که من فهمیدم که شاید در رحمم هم سرطان باشه، راستشو بخواین اون موقع برای مدت کوتاهی نگران شدم، برای اینکه فکر میکنم یه بار وقتی که آدم سرطان میگیره شاید بتونی راحت بگذرونیش، ولی وقتی سرطان بر میگرده حس این که واقعا شاید بدنت قادر مبارزه با این بیماری نیست، یه دفعه اعتماد به نفسش رو آدم از دست میده یه جورایی حس میکنم. اونجا بود که تازه درک کردم. بازم بیشتر زنایی که خانمایی که مراحل سختری از من گذروندن و سرطانشون برگشته و بعد دوباره مبارزه کردن، چقدر باستی قوی باشه آدم برای اون مبارزات دوم و سوم. خوشبختانه من با عملی که کردم نتیجهش این بود که سرطان نرفته بود به رحمم و لازم نبود که کار دیگه ای بکنم. اما خب خیلی هستن که خب قبر خوب نمیگیرن اینطوری و این یه چیزیست که هممون بایستی واقعا با هم از هم دیگه حمایت کنیم، چون وضع آسونی نیست مخصوصا برای مادر. درسته. شما فعالیت‌های اجتماعیتون در حوزه حقوق بشری هم هست و از پناهجویان ایرانی هم حمایت می‌کنید و سفری هم به یونان در حمایت از اونها داشتید. چطور شد که تصمیم گرفتید در این حوزه فعالیت کنید؟ به خصوص اینکه پناهجویان ایرانی بخشی از جامعه ما هستن که اساساً کمتر دیده میشن و مشکلات بسیاری هم دارن. دقیقاً این حرفی که میزنین خیلی درسته که دیده نمیشن و حتی من خودم آگاهی خودم درباره این موضوع با دیدن مستند گیم بود که اونجا بود که بعد از اینکه من این مستند رو دیدم واقعا خودم به خودم گفتم مثلا هیچ نمیدونستم که یه همچین مشکلی هنوز هست و این مقدار پناهجویان ایرانی هستن که سختی دارن میکشن و اینا. تهیه کننده این مستند از من تقاضای مصاحبه کرده بود و میخواست درباره زندگی روزمرم و بیماریم صحبت کنه. بعد با هم تصمیم گرفتیم به جای مصاحبه بریم به یونان و با پناهجویان ایرانی که اونجا هستن از نزدیک باشون تماس بگیریم، حرف بزنیم و همین که میگیم صداشون رو، یعنی هدفمون این بود که صداشون رو به جامعه ایرانی، مخصوصا جامعه ایرانی خارج از ایران برسونیم و فکر میکنم خیلی مستند قشنگی درست کردن و هدفمونو از اون لحاظ به اون هدفمون رسیدیم. البته ما الان 8 ماه میگذره از این سفرمون و تونستیم چند تا کار کوچیک ولی خب خیلی مؤثر انجام بدیم برای این پناهجویان
و امیدمون اینه که با کمک ایرانی‌های موفق خارج از ایران بتونیم فعالیتامون رو ادامه بدیم و یه ذره زندگی این پناهجویان رو آسان‌تر بکنیم، برای اینکه خیلی کارا از دستمون بر نمیاد. از لحاظ قانون هم میدونین خب خیلی دلمون میخواست که همه رو از اون کمپ بیاریم بیرون، بیاریم به آمریکا یا فرانسه یا انگلیس یا آلمان، ولی این از دستمون بر نمیاد. ولی خب کاری که کردیم خوب بوده تا حالا. الان اطلاع دارید که در چه وضعیتی هستن؟ بله. چی کار میکنن؟ بله کامل ما همش در تماس هستیم باهاشون. ما کمک کردیم که یه مرکزی اونجا درست بکنن در آتن برای ایرانی‌ها و برای اونایی که فارسی زبونن. یه مرکزی درست کردیم که بتونن بیان و دسترسی داشته باشن به اینترنت و دسترسی داشته باشن به مثلا درس زبان، درس موزیک. بچه هاشون رو که نمیتونن اسم‌نویسی کنن تو مدرسه آتن، اونجا میتونن بیان یه مقدار درس بخونن، با هم باشن، لوازم اولیه که لازمه اونجا هست براشون. از این طریق باشون در تماسیم، چون این مرکز خیلی کمک کرده که بالاخره اینا با هم قوی ترن تا اینکه جدا جدا همه پخش بودن قبل از این. ولی ما خیلی پروژه های دیگه داریم، مخصوصا به کمک به زنهایی که میان، دخترهای جوان تری که میان اونجا وضعشون خیلی خطرناکه و میخوایم یه خوابگاه برای اونا درست کنیم که اول وارد آتن میشن تو خیابونا و اینا نخوابن، برای اینکه خیلی ها بهشون حمله شده، برای اینکه تنهان، جوونن. این دخترها واقعا از یه وضع خیلی بد فرار کردن که باز بیان در یک آتیش دیگه بیافتن و میخوایم سعیمونو، یعنی اگر بتونیم بنز کافی پوجم کنیم، امیدمون اینه که پروژه بعدیمون یه خوابگاه برای زنا باشه. و بعد خب تو خود لزبوس هم ما توی جزیره لزبوس با کمک یه مقدار چند تا روانشناس ایرانی در آمریکا یه ارتباط از طریق سکایپ با مخصوصا با بچه های آسیب دیده‌ای که در کمپ لزبوس زندگی میکنن، اینا از طریق سکایپ روان درمانی رو انجام میدن با این خانواده ها و بچه ها، که اینم خیلی برامون مهم بود. اونجا که رفتیم دیدیم واقعا این بچه ها خیلی خیلی از لحاظ روانی سختی کشیده بودن، چیزایی که دیده بودن یعنی اونایی که مستند رو ندیدن خوبه که برن ببینن و با چشا خودشون صدای این بچه ها رو بشنون که ببینن واقعا اینا بیگناهن، ولی خیلی زجر کشیدن تو زندگی کوتاهشون. از بچه هایی که توی کمپ بودن هم خبر دارین؟ بچه های کوچیک؟ خبر دارم. خیلی شیرین بودن این بچه ها، خیلی خیلی شیرین بودن و یکی دوتاشون هم هنوز باشون در تماس هستم خوشبختانه. یکیشون که اون دختر کوچیک که منو برده بود با من، دست منو گرفته بود که خونش رو به من نشون بده، یعنی چادرش رو به من نشون بده، خوشبختانه از کمپ اومدن بیرون و یه خونه کوچیک گرفتن، یه آپارتمان کوچیک گرفتن که خیلی خوش داشتن. ولی در ارتباط هستیم و من اگر خبر خوش باشه که حتما به هم میدن و امیدوارم برگردم. میخواستیم برگردیم ولی نشد به خاطر این کرونا. حالا بعد از این وضع اگر بهتر بشه میخواییم برگردیم دوباره همه رو از نزدیک ببینیم. بانو یاسمین، اگر شرایط به گونه‌ای بود که شما حالا چه به عنوان عضوی از خانواده پهلوی و چه به عنوان یک وکیل در ایران بودید، چه اقداماتی رو انجام میدادید؟ خب حوزه کاری من در آمریکا وکالت و دفاع از حقوق کودکانی که مورد خشونت جنسی، یعنی بچه هایی که آسیب دیده بودن، من کارم برای
ده سال در آمریکا این بود که از حقوق اونا دفاع بکنم. و واقعا وقتی که الان میبینم که تو مملکت خودمون طبق آمار خود جمهوری اسلامی سالی 43,000 دختر زیر سن 15 سال وادار به ازدواج میشن، قلبم واقعا میشکنه. یعنی با حمایت قانون به این 43,000 دختر تجاوز میشه هر سال و ما توی جامعهمون واقعا نباید یه چیزی باشه. یعنی غیر قابل تحمله یا نظر من، و واقعا کودک همسری رو باید غیر قانونی بکنیم و ما نباید پدوفیلی رو در مملکتمون تشویق کنیم. و به این دلیل تا اونجایی که میشه بایستی به فعالینی که در این حوزه دارن کار میکنن، سازمانای غیر دولتی، واقعا واسه اینا رو تقویت بکنیم به جای اینکه اینجوری که شنیدم تحت فشار امنیتی هم هستن اینا، حتی اینه که دارن سعی میکنن برای خوبی بچه ها فعالیت کنن. و بعدش هم که خب همه جدیدن شنیدیم در باره پدر رومینا که یعنی رومینا که به دست پدرش کشته شده، و بازم میبینیم که این یه حمایتی ممکنه بشه از این پدر، برای اینکه این به نظرشون چی میگن بهش قتل ناموسه یا یه چیزی. یعنی ما نمیتونیم، ما نبایست تو مملکتمون یه همچین چیزی رو قبول کنیم. بایستی که ما قانونهای سکولار داشته باشیم و مهمترین چیز به نظر من برای دولت، یعنی حمایت از حقوق کودکان، باید جزء اولویت های دولت باشه. نمیشه که اینطوری همین بچه ها یا بچه های خیابونی، کار خیابونی میگن 3 تا 7 میلیون بچه در خیابانای ایران هستن. بازم اینم خودش طبق آمار خود جمهوری اسلامی، حتما بلایی که سر این بچه ها میاد اصلا ما ازشون خبرم نداریم. و واقعا بایستی ما یه دولتی داشته باشیم و قانونایی داشته باشیم که اول از همه از کودک ها حمایت کنه، نه که برعکس، نه که اینجوری که الان هست. برای من این چیزها خیلی مهمه، برای اینکه خب کار من در آمریکا همین بود و امیدوارم که به یه روزی برسیم که واقعا این چیزها رو در مملکتمون دیگه نبینیم. بانو یاسمین، چه چیزی فکر میکنید که برای جامعه کنونی ایران الان لازم هست؟ راستشو بخواین من میدونم خیلی ها هستن که بهتر از من میتونن یه همچین سوالی رو جواب بدن. تکراری خواهد بود حرفایی که من بزنم الان. من برام خب معلومه که برابری بین مرد و زن بایستی باشه، امنیت برای زن ها بایستی باشه وقتی میرن سر کار، یا وقتی که آدم میبینه که زن ها بایستی اجازه بگیرن، اجازه شوهرشون رو برای همه کار بگیرن. یعنی اینجور چیزا خب برای من خیلی مهمه، ولی میدونم که خیلی ها هستن که سالهای ساله که دارن در باره این موضوع فعالیت میکنن و بهتر از من میتونن جزئیات مشکلات رو بگن. و خب آزادی بیان برای من همه جای دنیا مهمه. من فکر میکنم که حتی توی آمریکا هم که الان هستیم خیلی وقتا سانسور میکنن حرفایی که خوششون نمیاد، مثلا یا تو یوتیوب یا تو اینستاگرام یا توی و من واقعا و تو مملکت خودمون که دیگه اصلا بدترینه، کسی نمیتونه حرفی بزنه. ولی واقعا آزادی بیان اگر قرار بود انتخاب کنم یه چیزی که برام خیلی مهمه این می بود، برای اینکه حتی اگر آدم از حرف کسی یا عقیده کسی خوشش نیاد، باید اجازه بدیم که اون عقیده رو بگن. بدترین عقیده هم یه فرصتیه که آدم بتونه یه دیالوگی داشته باشه درباره موضوع و یا به بچه ها یه چیزی یاد بدیم. میدونیم پاک کردن و قطع کردن و بستن فایده نداره.
انگار که مثلا چشمون رو ببندیم که آه همچین چیزی نیست. خب تو دنیا حرفای کسایی هستن که عقایدی دارن خیلی هم بده، ولی بهتر آدم بشنوه این عقاید و بعد بتونه دربارش حرف بزنه، نه که سانسور بکنه همه رو. ولی میگم من اکسپر این ادعا ندارم که من میدونم الان در جامعه ایران بایستی چی بشه و چی بشه. من شانسش رو داشتم که توی مملکت آزاد زندگی کردم و بزرگ شدم و بچه هم در یه مملکت آزاد بزرگ شدن و دلم میخواد که یه روزی تو مملکت خودمونم این آزادی ها باشه و دخترای جوان و پسرای جوان اون موفقیتی که امکاناتی که اینجا ما داریم اونجا داشته باشه.